بیمارستان فرهنگیان استان تهرانه، ولی متاسفانه فقط یه حقوق نصف نیمه فروردین رو به اینا دادن و دیگه بعدش بس سرخوما. اینجا برسن بالاخره 6 ماهه، مگه شوخی نیست؟ اگه خودشون 2 ماه حقوق نگیرن میتونن به زندگیشون رو به شرط بدن؟ پرسنل با این حجم کاری اینجا اومدن، ولی همش هم دارن میگن متاسفانه نمیدونم درآمد نیست، حقوق نیست، اینجا ورشکسته شده. این پرسنل چی کار باید بکنم؟ آیا کسی هست که آقام به دادشون برسه؟ الان هم که 2 روز رئیسی اصلا اینجا نداره، یعنی پرسنل فقط به خاطر مریضا دارن کار را میدن، میتونن اصلا کاری انجام ندن برای مریضا. این همه افراد هستن بلاخره خیلی هاشون فرهنگی هستن، کسایی که اکثر مریضی دارن که فرهنگی هستن، ولی متاسفانه به وزارت خونه که میگن اگه این بیمارستان مال وزارت خونه است، مال فرهنگیانه، پس این به کجا وابسته است؟ به چه چیزیه؟ ما اینجا الان آدم های هستن که بالاخره آقایون هر جوری از خودشون صورت خودشون رو سرخ نگه دارن، ولی خانومی که اینجا ما داریم دو بچه داره، سرپرست خانواده است، تنها درآمدش هم از همینجاست. حالا این باید چی کار بکنه؟ واقعا من نمیدونم آیا واقعا باید به جاهای دیگه اینو انعکاس بدیم یا حالا من حتی سوام زنگ زدم به 23 مثلا که کسی هم متاسفانه دارن میگن که دوری ندارن در این وضعیت. خب بچه ها هر کنی میدونم با موبایل خودم بفرستن خارج کشور، های این درسته خواهشن یه کسی به اینجا از داخل خودم به این وضعیت بسنه. ممنون و تشکر.